جنگ گرگ ها بر سر جام زهر اتمی، ارگان ولی فقیه ارتجا، کلید گشایش اقتصادی را در غرب جستن، قمار باخته و رفتن در کریدور پرپیچ و خم و بی سرانجام سازش است. با روی کار آمدن آخوند روحانی، جنگ گرگ ها در رأس نظام بر سر جام زهر اتمی بالا می گیرد. آخوند روحانی در کنفرانس های مطبوعاتی و موضع‌گیری هایش چاره دردهای بی درمان و اقتصاد در هم شکسته ولایت را در کنار آمدن با غرب می داند و از همین رو سیگنال هایی می فرستد که به سرکشیدن جام زهر اتمی توسط خامنه ای راه می برد. اما ارگان ولی فقیه ارتجا که جابجا مچ او را می گیرد، در سرمقاله خود خطاب به حسن کلیدساز نوشته است: کلید گشایش اقتصادی و رفع چالش موجود را در غرب جستن، قمار از پیش باخته و رفتن در کریدور پرپیچ و خم و بی سرانجام سازش است. در سرمقاله کیهان خامنه‌ای مورخ 15 مرداد، ضمن اشاره به مصوبه تحریم‌های کنگره و نامه 76 سناتور آمریکایی به اوباما برای تشدید تحریم‌ها آمده است، رئیس جمهور و دولت جدید اکنون با حرکت گازنبوری غرب و جریان فتنه از داخل و خارج مواجه هستند. بدهکار کردن پیشاپیش روحانی و کابینه وی اولویت اصلی این حرکت گازنبوری است. جریان فتنه نیز تمام تلاش خود را به خرج داده تا حتی المقدور برخی از عوامل خود را به رئیس جمهور و مجلس تحمیل کند. ارگان ولی فقیه ارتجاع تأکید می کند: نباید آدرس اشتباه به غرب داد. مهمتر از خود مذاکره چگونه رفتن پای مذاکره است. اگر آنها در ما احساس ضعف و سستی و گسیختگی کنند، چرا باید حقوق ما را به رسمیت بشناسند یا از فشارها و ضربات خود بکاهند؟ کلید گشایش اقتصادی و رفع چالش موجود را در غرب جستن، قمار از پیش باخته و رفتن در کریدور پرپیچ و خم و بی سرانجام سازش است. تهدید باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع علیه آخوند روحانی، احتمال رأی ندادن به 4 تا 5 وزیر و تأکید بر پالایش واقعی کابینه. حقیقت‌پور از نمایندگان مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای تأکید کرد: از کابینه معرفی شده رئیس جمهور 4 تا 5 وزیر پیشنهادی در مجلس رأی نمی‌آورند. به گزارش رسانه‌های حکومتی وی گفت: مجلس در یک فراخ بال مطلوب و فرصت مهیا شده، سوابق و صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 11 را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. اما بعید می دانم که همه آنها رأی اعتماد کامل را از مجلس بگیرند. این نماینده مجلس ارتجاع تهدید کرد: همراهی که مجلس با دولت دارد هرگز به معنای نادیده گرفتن بسیاری از کارها نمی شود. ما تمام اعضای کابینه را از فیلتر عبور داده و سپس با پالایش واقعی رأی اعتماد را به وزرا خواهیم داد. فتنه‌گران حق ورود به محدوده اجرایی و تصمیم گیری کشور را ندارند. غلامعلی حداد عادل، مهره اصلی خامنه‌ای در مجلس ارتجاع، نیز از قصد این باند برای معتدل‌تر کردن کابینه آخوند روحانی خبر داد و گفت: طی روزهای آینده مجمع عمومی و هیئت رئیسه فراکسیون به جمع‌بندی می‌رسد و امیدواریم بتوانیم به دولت روحانی کمک کنیم. به افسود: مصلحت نمی‌دانم درباره اشخاص اظهار نظر کنم، اما به طور کلی سعی می‌کنیم کابینه معتدل روحانی معتدل‌تر شود. یک رسانه حکومتی: صدور حکم خاتمه خدمت 50 سفیر اقدامی مخرب توسط دولت احمدی نژاد است. دولت روحانی در اول کار در 50 کشور جهان فاقد سفیر خواهد بود. رسانه های حکومتی صدور حکم خاتمه خدمت 50 سفیر رژیم در روزهای پایانی دولت احمدی نژاد را اقدامی عجیب علیه آخوند روحانی توصیف کردند. به گزارش سایت عصر ایران، این اقدام خصوصاً برای دولتی که یکی از شعارهایش تعامل با جهان خارج و بهبود و اصلاح دیپلماسی احمدی نژاد است، وجهه خوبی نخواهد داشت و می‌تواند بسیار مخرب باشد.
نتیجه این اقدام وزارت خارجه عملاً به معنی این است که با آغاز کار روحانی، دولت وی لااقل در 2 ماه اول کار دست کم در 50 کشور جهان فاقد سفیر خواهد بود. شایسته است چنانچه این خبر درست است، مسئولان وزارت خارجه هرچه سریعتر به اصلاح آن اقدام کنند تا آغاز کار دولت 11 با یک خلأ بین المللی همراه نباشد.